جناب دکتر، در جلسه دفعه قبل در مورد عشق و آزادی صحبت کردیم و شما توضیحاتی که فرمودید سوالات بسیار زیادی رو هم برای خود من به وجود آورد، هم برای بینندگان تلویزیون به وجود آورد. من سوالات بینندگان رو جواب خوشحال میشم که جواب بدم شما رو. نه بله جواب نداره آخش کار کاری. دکتر جان، پرسش من اینه، برای اینکه خودم متوجه بشم، تفاوت ها و وجود شباهت آدم عاشق با آدم آزاده در کجاست؟ اصلا این دوتا یکی هن؟ یا دوتا موجود مختلف میتونن باشن؟ آخه من در حدی که میفرزم، سوال بینندگان بود یا سوال شما؟ سوال من بود. بله حد زدم. عرض کنم که اگر بفرمایید آدم عاشق یه مقدار زیادی ویژگی داره که من برای اینکه فقط یه توضیحی داده باشم 16 تای اون رو میشناسم. بنابراین من به ویژگی های 16 گانه عشق معتقدم و معتقدم یا عاشق این ویژگی ها و صفات کرد. یکی از اونها آزادی و آزادگی است. بنابراین اگر هستالی از مفهوم عشق به این ماجرا نگاه بکنید، من در مقابل مسئله عشق یه دونه آزادی و آزادگی دارم که یه جزئی از اون 16 تاست. نمیخوام بگم یک 16 همشه، ولی به هر حال در این حد و سطحی و همین. اما اینکه آزادی رو به عشق مرتبط کنم، میتونم بگم پایه عشق که چون یکی از ویژگی‌های عشق میشه گفت اگر آزادی و آزادگی نباشه عشق هم شاید معنا و مفهومی نداشته باشه. این راه چیز دیگری بینش نمیم بگن این که هستالی به دنبال مطلب و موضوع دیگری هست. یعنی میخواید بفرمایید که در واقع یکی از ویژگی های آدم عاشق آزادگیشه، آزادی و آزادگیشه. و تا مقصد نکته مهم تو آزادی و آزادگی اینه که یکی از مشخصات. پس هر آدم آزادی عاشقه؟ نه، هر آدم عاشقی باید آزاد باشه و الا نمیشه. ببینید یکی از مشخصات فوق العاده مهم در انسان سالم و در عشق مسئولیته. مسئولیت اگر با آزادی و آزادگی همراه نباشه تبدیل به مالکیت و کنترل میشه و به همین جاست که شما در بسیاری از جوامع وقتی که افراد به یک اعتبار عاشق هستند و یا مسئول هستند، به حساب خودشون مسئول هستند، فکر میکنن که باید مالکیت و کنترل اون آدم رو هم داشته باشن و به همین جاست که عشق تبدیل میشه به مال من بودن و در اختیار من بودن و او در انحصار من بودن ولی من این چنین نبودم، که معمولا از جانب مردان و زنان به همین دلیل تفاوتی در آنچه که در طول تاریخ دوست داشتن بوده یا خواستن میبینید. دکتر شما در مورد تعریف آزادی ویژگی هایی رو برمیشمارید و میفرمایید که آزادی بدون حد و مرز نیست، آزادی دارای محدودیت هایی است، آزادی اجرای قانون خوب و درسته کاملا. قانون خوب و درست یعنی چی؟ شما بفرمایید در چه زمینه ای؟ شما میگید سلامتی رو میپذیریم که مرجح است بر درد و مرگ، حالا اینجا به شما میگن آزادی شما در اینه که غذای سالم خوب و درست مصرف کنید و الا سلامتیتون به خطر میاد. بنابراین ما برای هر چیزی یه مقدار ملاک داریم. هستالی میدونید سالها در مقدمه کتاب DSM 3 و 4 که در حقیقت کتاب بیماری های روانی هست میپذیرفتن لذت بر درد ترجیح داره، زندگی بر مرگ، آزادی بر زندانی بودن و رشد با توقف. یعنی با این چهار تا اصل رو اگر شما بپذیرید من فکر می‌کنم میشه همه اصول خوب و درست و مناسب رو تا حدود زیادی توجیه کرد، اگر نه همش رو. بنابراین اگر هستالی به من بفرمایید قانون درست کدام، در جهت خواب یا بیداری، در جهت تغذیه، در چارچوب رانندگی، تو رابطه زن و شوهر، تو ارتباط پدر و مادر، شما هدف ها رو به گونه ای تعریف میکنید
یا میپذیرید بر مبنای اون راه درست یا قید و بند درست مشخص میشه. این مثالی که هفته گذشته درباره قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی خدمتتون عرض کردم، ما تقریبا دو تا اصل رو میپذیریم: سرعت رفت و آمد و سلامتی در این رفت و آمد. وقتی اینو بپذیرید، چراغ قرمز و چراغ سبز رو میشه توجیه کرد که ضروری و لازم و حتی واجبه که وجود داشته باشه سر چهارراه‌ها و اونجایی که خیابان‌ها به هم میرسه. قانون، وقتی صحبت از قانون درست میکنید، در واقع با این تعریفی که شما از قانون ارائه دادید برای اینکه مفهوم آزادی رو تبیین بکنید، شما قوانین یک جامعه رو بر مبنای دموکراسی و رأی اکثریت مردم حتما دلیل وجود قانون خوب نمیدونید. به هیچ وجه. علت همین است که در بیشتر موارد اکثریت میتونه اشتباه کنه. وقتی موارد یک دقیق و حساسن، دو به اندازه کافی آگاهی و آزادی برای دادن خبر به اونها نیست. به همین جهت است که شما وقتی که مردم آگاه نیستن و به اندازه کافی آزادی در جهت ارائه عقاید و نظریات مختلف وجود نداره، شما به راحتی میتونید یه توده ای رو به یه سمت و سو بکشید. به همین جهت که این جمله به نظر من درسته که یکی از بدترین انواع استبداد، استبداد اکثریت. بنابراین خب این ظرفی که شما میگید قانون خوب اینه، قانون بد اونه، در مورد مثلا فرض کنید همین مثال که در مورد تغذیه زدید، چون همه چی روشنه جای مسئله ای نیست، ولی به مجرد اینکه وارد مفاهیم مجرد میشیم یا مفاهیم اینجور ثبوت علمی براشون پشت سرشون نیست، ما گرفتار میشیم. معیار در اونجا چیه؟ در اونجا دو چیزه. اولا معمولا اون موارد غالب اوقات احتیاجی به قانون نیست. اگه بگید هیچی نداریم، ولی اگه به من بفرمایید که آگاهی و دانش ما کمه، مثل همه چیزهایی که در زندگی ما انسان ها هست، ما بر اساس علم و دانش موجودمون که ممکنه درش اشتباه و خطایی باشه، معمولا بهترین انتخاب میکنیم تا بریم دنبال یه چیزی که واقعا علم و آگاهی همکنون ما نیست. بنابراین من صلاحم اینه که از نظر پزشکی، پزشکی امروز رو بپذیرم به عنوان حرف آخر، چون من بالاتر از پزشک و پزشکی نیستم. از این طریق احتمالا انسان ها سالمترن تا برن در جهت عکس پزشکی یا مندرآوردهای خودشون حرکت کنن. به من میفرمایید تو این پزشکی اشکال و اشتباه و نقصه؟ حتماً، ولی این بهترین چیزیست که داریم. به همین جاست که من و شما بر مبنای بیشترین یا بهترین آگاهی ها تصمیم میگیریم خوب و درست کجاست. باز به همین جهت که یه روزی ما یه چیزایی رو خوب میدونستیم، بعدا معلوم شد بله تو همون تغذیه، یه چیزایی رو بد میدونستیم معلوم شد خوبه. به همین سادگی. حتی یه موردی شد، چون خیلی نسبت بهش حساسم، اجازه بدید عرض کنم. ما سالها به ما میگفتن که اگر شراب میل بفرمایید اصلا برای قلبتون خوبه، و به همین که عده‌ای پیشنهاد میکردن شب یه گیلاس شراب میل بفرمایید براتون خوبه. مطالعات اخیری که از نظر علمی صورت گرفته نشون داده این حرف اصلا درست نیست، و اون کمی کمی خاصیتی هم که در این هست به خاطر وجود الکل خونسای خونسا میشه، به ده جای دیگه هم بدن آسیب میزنه. بنابراین هیچ مشکلی رو از طریق خوردن شراب و یا استلالای عجیب و غریب که فرانسوی ها چون شراب میخورن پس بیماری قلبی کم دارن، بیشتر سفسطه های در حقیقت آماری و تجزیه و تحلیل های یا نتیجه گیری متدولوژیک بود که درست نبود. بنابراین شما من میفرمایید انسان ناقص با آگاهی های ناقص باید تصمیم خوب و درست بگیره. به هر حال من و شما به عنوان انسان با هم چی که داریم میتونیم زندگی کنیم. به همین دلیل است که من وقتی مریض شدم میرم سراغ پزشکی ناقص و پزشک ناقص ترم، و به همین دلیل است که اشتباه میتونه بکنه، ولی همچنان ما از این طریقه که زنده موندیم. در امریکا عمر آدم ها یه چیزی نزدیک 40 سال تو 113-14 سال اضافه شده به خاطر پزشکی بوده. به من میگه تو پزشکی خطا و اشتباه و داروها گرفتاری هست، حتما، ولی هر جامعه ای مانند امریکا اگر از راه دیگری غیر از پزشکی و همین داروها میرفت، حتما 40 سال تا 4 سال هم افزایش سن پیدا نمیکرد، همطور که در طول تاریخ نکرد. بنابراین ما با مطلق هایی که سرکار نداریم، بحث نسبی ها هم نیست، بحث این است که ما در چارچوبه محدود انسانی اینجا و اونجا عمل میکنیم و ناچار
به همونم قناعت بکنیم. خدمت و فرست من عرض کردم که قانون درست در حقیقت قانون گذار نیست، قانون شناسه، ولی برداشت از روابط درست یه چیزی نیست که با خطا و اشتباه همراه نباشه و حتی با مسئله ارزش ها و عقاید و احساسات انسان همراه نشه. ولی باز هنوز اگر آدمای کمی عاقل و دانا با کمی بی‌طرفی بشینن جواب بهتری میدن تا آدمای نادان در حقیقت متعصب و خودخواه و گرفتار که بخوان تصمیمای درباره درست و غلط خوب و بد بگن. به من میگید هنوز ممکنه اشتباه و اشکالی باشه؟ بله. به همین جهته که تجزیه و تحلیل‌های فرض کنین پزشکی 2%، 3%، 5% عوض شده، بهتر شده، ولی افکار و عقاید بی پایه و بی مایه هر 100%ش بعدا ناچار هم غلط بوده هم عوض شد. دکتر من میخوام رابطه عشق و آزادی رو به درستی بفهمم. رابطه عشق و آزادی رابطه ظرف و مظروفه؟ یعنی عشق ظرف و آزادی مظروفشه؟ آزادی توی عشق یه جایی برای خودش داره، همونطوری که توی ولی ماهیت مستقل از عشق هم داره. ماهیت مستقل از عشق، خب معلوم آزادی جای دیگه هم مطرحه برای چیزهای دیگه. ولی ببینید شما وقتی که یه احساس و هیجانی رو به اسم عشق دارید، دور این احساس و هیجان خیلی چیزاست، از جمله فرض کنید اطمینانه، از جانب دیگه شادیه، از جانب رشد آرامشه، اینا رو دارید. یکی از ویژگی هم که وارد میشه مفهوم آزادی است. آیا رشد یا آرامش یا آزادی در جای دیگه، در محلهای دیگه معنی خاص، مفهوم خاص، نقش خاصی داره؟ ولی بله، ولی یکی از صفات و ویژگی هاست، درست مثل که هستاری یکی از صفات و ویژگی ها فهمتونه، مهربونیتونه، توانایی تجزیه و تحلیلتونه یا مهارت هاتونه، اینا یه جزی از شما هستن، ولی خود اینا به تنهایی یه جایی هم در مورد انسان یا انسانهای دیگه یا حتی خارج از اون معنا دارن. به همینجاست که آگاهی من و شما رو میشه به آدمهای دیگه نسبت داد، حتی میشه به موجودات دیگه نسبت داد که یه گنجش و یه کلاغ هم یه مقدار شناخت آگاهی از دوربر خودش داره. این شناختی که شما میفرمایید، شناخت و آگاهی پایه عشقه بدون تردید. چون اصلا چون ببینید جان فروزنده، البته من متاسفانه چون خیلی حرف میزنم نمیدونم کجا چی گفتم، 20 ساعت رادیو، 4 ساعت تلویزیون های دیگه. نه ولی من میدونم شما چی گفتین. در هستالی معلومه. نه برای اینکه خب وقت میذارم و گوش میدم حرفای شما رو، به خصوص سمیناراتون و کنفرانساتون. لطفه، ولی من متاسفانه خودم رو گوش نمیدم، چون هر کسی گوش بده ازش من پول میگیرم، خودم نمیخوام بدهکار خودم باشم. ببینید جان فروزنده، موضوعی که برای من خیلی مهمه و یه برداشت غلطیه و بارها عرض کردم، احساس و هیجان یعنی حال درونی من، feeling and emotion، این نتیجه معمولا 4 تا موضوع اصلیست. یکی حس، آدم یه چیزی رو میبینه خوشش میاد یا بدش میاد. یکی تخیل، تصوری از یه چیزی میکنه غمگین میشه یا خشمگین میشه. یکی احساس دیگر است، یعنی من آدم نگرانی هستم، عصبانی میشم. یکی هم از طریق علم و عقل و واقعیت. بنابراین از اونجایی که احساس و هیجان خودشو در حقیقت از آغاز تولید نمیکنه و یا تغییرات اساسی و بنیادی خودش در درون خودش به نظر من نداره، بلکه نتیجه این عوامل بیرونی است، درست مثل احساس گرسنگی که نتیجه داشتن یا نداشتن غذاست، ولی خود گرسنگی به خودی خودش یه چیزی نیست که همینجوری مثلا برای خودش آدم گرسنه بشه یا سیر بشه، بلکه ارتباطی به نیاز ما به غذا یا انرژی داره که ما این حالات رو احساس میکنیم. روزی که استاری اینو بپذیرید و عشق رو یه احساس و هیجان بدونید، ناچار باید نتیجه چیزهایی باشه. نقش حس مهمه، به همینجاست که جنبه فیزیکال اند سکشوال اترکشن یا جنبه فیزیکی جسمی و جذابیت مهمه، ولی مهمترینش پایه علمی عقلی و واقعیشه و این معنا شناخته. یعنی پایه علمی عقلی واقعی یعنی من بدونم هر چیزی چه هست و اینه که موجب میشه. و باز به همین دلیله که چون فرمودید با عرایز من آشنایید،
من معتقدم برای اینکه یه آدمی بخواد عاشق یه آدمی دیگه بشه، اولا باید یه حداقلی از شناخت و آگاهی از انسان رو داشته باشه تا خودش یا دیگری رو بشناسه، و دوم اقلا 500 ساعت اینو خصوصیش کنه در ارتباط با اون آدم که از شناخت اون آدم به این احساس برسه. بنابراین قبلا عرض کردم تعریف عشق یه جزءش اینه، عشق یه احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهی است. یعنی برای اینکه به طرف بگید من عاشقتم قبلا حداقل 500 ساعت باید باش حرف بزنید، برای که عدد هر وقت من و الا اینکه من بگید، چون در اول این سی دی عشق و انسان عشقی که اشاره کردم اردم عشق در یک نگاه، اگر شما در یک نگاه عاشق میشید دقیق میبینید عاشق میشید، گفتن حالا 12 تا اشکال روانی دارید، بنابراین من عشق در یک نگاه رو قبول، آغازش رو میتونم بفهمم، شما از کسی خیلی خوشتون اومده، تحریک حسی صورت گرفته، حال شما رو به هم زده، ولی تا زمانی که علمی عقلی واقعی نباشه کار به جایی نخواهید برد و گرفتاری است. یعنی یک پدیده زیباست ولی نخ زیبا نیست، مار گزنده است، وقت میزنه میکشه. چند درصد عشق ها اینجوریه؟ یعنی 500 ساعت وقت میذارن دکتر؟ اونی که عشقه از اینه و ذره من اونا دیگه عشق نیست، هوس میل دوست داشتن خوش اومدن مالکیت نیاز رشد خیلی جبران. آدم در 500 ساعت به جدایی میرسه دکتر تا بخواد به مرحله عشق و وصل برسه. هیچ مخالفتی با این حرفا مادام که اعتراف باشه ندارم. نه اعتراف نیست، ولی 500 ساعت شما میگید باید وقت بگذارم برای اینکه فقط همدیگر رو اوریان بشناسند. دقیقاً و الا نمیشه شناخت، برای که لایه‌های وجودی انسان بیش از این پیشتر توی بارها خدمتتون عرض کردم، من رو خط رادیو تلویزیون با بیش از 25000 نفر حرف زدم، باور کنید ظرف هفته گذشته، این هفته رو عرضه میکنم، هفته گذشته دو سه تا مطلب در خصوص انسان برای اولین بار فهمیدم و حتی شب راجع به یکیش فکر میکردم، جا خوردم که من چطور متوجه این موضوع تا به حال نشدم. یعنی پیچیدگی وجود انسانیه. برای این دو تا آدم اگر فکر کنن تا همدیگر رو دیدن و بعد از چند دقیقه مثل بسیار از آدم ها رو تشخیص بدن، خب این یه نگاه سطحی است. اینجا از کستاری اگر پر روی متخصص برید میگه تا این آزمایش و اون آزمایش و این امارای و اون عکس و اینا رو نگیرم نظری راجع به مشکل و مسئله نمیتونم داشته باشم. وقتی که بحث عمیق و سنگینه اون وقت احتیاجه، ولی هستالی رو تاکید عجیبی رو 500 ساعت داشتید، گویی یه کار بهتری از شناخت دیگری برای عشق هم هست. 500 ساعت که سهله، ممکنه به دلیل طولانی بود، ولی گفتید 50000 ساعت هم ارزش شده، فقط اشکالی بود. یعنی ممکن تمام عمرتون رو فقط در اون مرحله شناخت صرف. نه از اون، نه عرض من اینه که اگرم بود میارزید، پس بنابراین عرض من اینه که خوشبختانه زود عشق رو میدم، با 500 ساعت میدن. هستالی روزی 5 ساعت حرف بزنیم میشه کمتر از 4 ماه. دکتر ممکنه به من بفرمایید که وقتی اشاره میفرمایید به مفهوم عشق و آزادی، بعد خود آزادی تعریف داره، یه شاخصه هایی داره. خیلی. از مهمترین شاخصه هاش این است که اگر برابری برای انسان وجود نداشته باشه آزادی بی‌معنیه، درسته؟ اساس رابطه انسانی حتما برابری است. یعنی دوتا عاشق باید برابر باشند که بتونن شروع کنن با همدیگه نرد عشق ببازن. بله، بذارید تا یه ذره قدم پیشتر بذارم جناب فروزنده. به نظر میرسه یه چیزی مهمتر از مساوات هم وجود داره در زبان عربی و در مفاهیم فلسفی داریم، و اون مواساته. مواسات دیگری رو بر خود مقدم داشتنه. مساوات من و شما با هم برابریم، مواسات دیگری رو بر خود مقدم. عشق حتی تا اونجا رفتن برامری من اصلا مشکلی ندارم. اگر یک کسی بگه من عاشق یک کسی هستم ولی او رو برابر خودم نمیدونم، حرف بی خود میزنه، اصلا عشق نیست. این که بنده تصور بفرمایم که بنده میفهمم اون نمیفهمه مسئله است. این که من یه چیزایی میدونم اون یه چیزایی میدونه، من یه چیزایی نمیدونم اون یه چیزایی نمیدونه، من یه چیزایی بیشتر از اون میدونم ولی اصلا مهم نیست مسئله است. ما که نگفتیم ما عین همیم، ما راجبه یکسانی که صحبت نکردیم، سیمنس، راجب برابری صحبت کردیم و برابری مفهوم برابری یا ایکوالیتی با یکسانی متفاوته. بینندگان عزیز، برای لحظاتی دوباره به پیام‌های بازرگانی توجه می‌کنیم، برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
دو خبر از آژانس سفر به ایران. به زودی پروازهای مستقیم از سان فرانسیسکو به تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، کرمانشاه و مشهد آغاز خواهد شد. و به زودی تورها و پروازها برای کوبا نیز آغاز خواهد شد. 877-610-6262 آژانس سفر به ایران. CBS همه راه‌ها به CBS اتوبادی ختم می‌شود. تصادف کرده اید و اتومبیل شما احتیاج به تعمیر دارد؟ فقط با یک تلفن به CBS اتوبادی شاپ اتومبیل شما از منزل و یا محل کار و یا محل تصادف تو شده و یک رنتکار در اختیار شما قرار می‌گیرد. CBS اتوبادی شاپ به مدیریت دیوید ابراهیم پور با 33 سال تجربه و مورد تایید شرکت‌های بیمه که کار اتومبیل شما را سریع‌تر می‌کند. CBS اتوبادی با سیستم‌های کامپیوتری در زمینه شاسی اتومبیل و هماهنگ کردن رنگ اتومبیل و مورد تایید کمپانی‌های اتومبیل‌سازی بسیاری چون هوندا و BMW با مراجعه به CBS اتوبادی در زمان اتمام لیز اتومبیلتان و بازبینی نهایی توسط CBS به دیلرهای اتومبیل هزینه اضافی نخواهید پرداخت. 818-765-5300 CBS اتوبادی شاپ. پخش پیام‌های بازرگانی خود در شبکه اندیشه با شماره 818-734-7100 و یا با سایت www.andishe.tv تماس بگیرید. بینندگان عزیز، در خدمت جناب دکتر فرهنگ اولاکویی هستیم و برنامه رو ادامه میدیم. خب دکتر، رسیدیم به اونجا که شما گفتید که عشق فقط آزادی، فقط برابری نیست، که رابطه دوتا انسان برابر نیست، بلکه مواسات هم هست. ممکنه یه خورده بیشتر از کلمه این لغت مواسات دیگری رو بر خود مقدم داشتن و دیگری رو بیشتر بشید مقدم داشتنه، ولی آزادانه من این کار رو میکنم. و به همجاست که وقتی هستالی میفرمایید عشق برابری حتما حد اقلشه و مواسات بیشترشه، به همجاست که در طول تاریخ وقتی آدم ها عاشق کسی میشدن که هیچی نبود، من اصلا باور نداشتم که اسم این عشق، اسم این مالکیت، کنترل، فقط در به جای اشیا اشخاص نشستن و در نتیجه تبدیل شد به اون چیزی که در طول تاریخ بود، که برخلاف کار به اونجا میرسید که تو چون باید مال من باشی، هیچ کس قرار نیست ببینه، نه سخن بشنوه و نه هیچ، حتی بعد حسودی میکردن به بچه هاشون که به مادر نزدیک. یکی از بیننده شما پرسیدن یا قانون درست دو نوعه، یکیش جهانیه و یکیش فرهنگی. مطلبی که میفرمایند اگر موضوع زمینه‌های فرهنگی داشته باشه بله، ولی ببینید فرهنگی که در چارچوب قانون یونیورسال و جهانی حرکت نمی‌کنه، فرهنگ گرفتار و بیماره. چون باز ببینید یه سوء تفاهم اینجا بود، داره فرهنگ یا کالچر بر اساس تعریفی که ازش از نظر جامعه شناسی که به هر حال منتسب به این نوع آیین علمی هست میشناسیم، یک پدیده است که در حقیقت راه و روش زندگی است که میتونه خوب و بد باشه. به همجاست که بارها هم خدمتتون عرض کردم همه فرهنگ های دنیا هم در گذشته هم اکنون بیمار رو گرفتارن، یه جاییشون عیب و ایراد داره و بنابراین وقتی که این فرهنگ خودشو در قانون نشون میده یا در درون من به عنوان یه انسان نشون میده، منو بیمار میکنه. به همین جهت است که یک فرهنگ بیمار، یه فرهنگ گرفتار، انسان بیمار، و بعدم اگر قوانین در چارچوب اون باشه تکلیفش بسیار روشنه. قانون نسبیت روی تعریف آزادی تا چه حد اثر داره؟ ببینید بحث نسبیت و کلیت یا نسبی و مطلق یه مقدار گفتگوهایی است که اول باید بدونیم در کجا دربارش داریم صحبت میکنیم، چون به یک اعتبار ما هیچ حرفی رو، هیچ مطلبی رو خارج از چارچوب نسبیت بیان نمیکنیم. یعنی اون تنها قانون مطلق جهان نسبیت،
بنابراین وقتی به اینجا برسیم مثلا همه حرفا همیشه نسبی است. فقط نسبی در چه حدی است؟ یکی نسبی 51 به 49، یکی نسبی 99 و 9 به 0.1% یا 0.01. اونجاست که فقط بحث و گفتگوست و الا ما در دنیای زندگی نمی کنیم که هیچ چیز به صورت مطلق باشه. حتی به یک اعتبار عدد 1 و 2 و 3 هم جز در ذهن در خارج به یک اعتبار میشه گفت مطلق نیستن. آقای پیمان عزیز، بینندگان میگن که تصویر و صدای ما اشکال داره، اگر ممکنه یه توجهی بفرمایید و به من اشاره میکنن. تصویر میگن روشن نیست و صدا خوب نیست، میکروفون احتمالاً خوب نیست، اگر ممکنه به دادمون برسید. بیننده ها بسیار دقیقاً آقای دکتر هولاکو اتفاق افتاد. البته راجع مطالب شاید میفرمان که درست میفرمان. چه خراب است، اونش رو حق داره. نه ولی جالب، بیننده ها به همه چیز توجه دارن. من اینجا که برنامه رو اجرا میکنم این تکس خیلی کمک کرده به ارتباط بیشتر با بیننده ها. البته بنده به عنوان کسی که کمی با مسائل روانی آشناست فکر کنم تکس رو رها کنید، برای که خودتون تمرکز کافی پر مطلب و آگاهی هستید که حواستون به اونجا. فرض کنید که مثلا آمده بود که آقای فروزنده موی شما امشب درست نیست. اصلا هیچ، من خودم بیش از اون گفته بودن. چی گفته بودن؟ بله بگذاریم آقا. آقا به خاطر عرایض من بود، به اون دلیل عرض میکنم. نه بگذاریم. عرضم به حضورتون که بنابراین اون چه که شما میفرمایید، بعد میفرمایید که علاوه بر آزادی و مسئله برابری بعد اخلاق وارد قضیه میشه، درسته؟ به دنبال مسئله شناخت، به دنبال مسئله عقل و به دنبال رسیدن به آزادی و بعد ما میرسیم به اخلاق و مسئولیت که اینها سبب باز دو مرتبه. اخلاق یه بحث بسیار بسیار بزرگ، مفهوم کلی دیگری است که یه جزش آزادی است و اصولا به نظر من چون عشق به نوع ظریف و لطیف انسانیه و ناچار اخلاقی، بالاترین مرحله احساس اون زمینه اخلاقه. ارتباطش رو عرض کردم، مگر اینکه مثل این مونه که هستاری بگید یه تابلو نقاشی با رنگ یا با پول قابش یا با وقت نقاشش، خب اینا در حالی که ارتباطی دارن، اما موضوع اصلی و اساسی شاید کار هنری است که در اونجا صورت گرفته، ولی همه اینا میتونن مرتبط باشن. ولی شاید مطلب استالی یا اون چیزی که مورد نظرتون رو نفهمیدم. ببین دکتر، یه تعریفی که فکر میکنم یه برداشت فکر میکنم مارکسیستی از قضیه است، میگه اگر شما احساس نیاز نکنید و حس قید و بند نکنید آزادید. درسته این حرف؟ آخه ببینید، من نمیدونم احساس نیاز نکنید، نمیدونم اگر قصد، یعنی اگر گرسنه‌تون نیست آزادید از قید و بند اصطلاح. خب آخه این حرف اگرم درسته ازش نتیجه نمیشه گرفت، برای که من ممکنه گرسنه نباشم ولی هوا میخوام، من ممکنه گرسنه نباشم اما توجه شما رو میخوام، من ممکنه گرسنه نباشم ولی احساس تنهایی میکنم، مسئله دارم. من نمیدونم این حرفا چقدر دقیقه. شما من بگید وقتی یه چیزی رو نمیخوای اونو نمیخوای، آخه حرفی زده نشده. من برگردم بگم تو اگه تشنه نیستی بنابراین از جهت نوشیدنی آزادی، خلاص. ولی آخه اینا حرفی نیست. ببینید اینا حرفایی است که به نظر من درستای بیفایده. نتیجه گیریش مهمه چیه؟ این نتیجه گیریش اینه که ما برسونیم یه جای انسان رو به بی‌نیازی، اون که اصلا نه تنها معنی نداره، اصلا فکری از این قبیل و ایده از این قبیل بیمارگون است که میشه نشون شد، برای که با واقعیت اصلا نمیخونه، اصلا با انسان. نفرت میتونه به عشق تبدیل بشه؟ نفرت به عشق نمیدونم، ولی عشق به نفرت تبدیل نمیشه. شما از عشق به نفرت تبدیل نه هیچ وقت عشق به بی‌تفاوتی تبدیل نشه، چون موضوع فوق العاده مهمه. من تو سی دی انسان عشق آوردم، چون ببینید شما یه حال ویژه‌ای دارید و بعد نیست دیگه، ولی بر جهت عکسش برای چی بره؟ به همین جهت که من یه عرضی دارم، اگر عاشق کسی بودید
و حالا ازش متنفرید، باید بدونید قبلا هم عاشق نبودید، رابطه داشتید. رابطه به تنفر تبدیل میشه، ولی عشق به بی‌تفاوتی تبدیل میشه و رهایی از اون احساس، برای که خالی بودن اون احساس عکسش نیست. اینی که برخی از اوقات گفته میشه، اتفاقا امروز تو رادیو یکی از دوستان اشاره کردن که عشق و تنفر به هم نزدیکن یا چسبیدن، اصلا درست نیست. یعنی عشق هرگز به تنفر تبدیل نمیشه در مرحله جدایی دو عاشق، اصلا خیانت مطلق و کامل. شما یک کسی رو دوست داشتید دیگه دوست داره. این نوع چه تجربیات علمی رو ثابت میکنه این نظر شما؟ برای که اصلا ماجرای عشق چیزی است که از بعد نیست، چرا بره عکسش؟ خب ممکنه اینقدر به اصطلاح در این اسکیل، در این مقیاس حرکت بکنه که بیاد اون بره ماجرا. خب اونجایی که شما رفتید شما میشید نسبت به آدم بی تفاوت. یعنی من میخوام بگم که اگر من نیستم، ولی بی‌تفاوتی نفرت نه من نیست. اگر نه ببینید، من اگر نیستم نیستم، ولی اگر من نیستم که یک کس دیگه جا من نمیشه. یعنی عرض من این است که تعریف و ماهیت عشق با نفرت ارتباطی نداره. ماجرای به همینجاست که من وقتی راجب لاف هیت ریلیشن میشه حرفم این است که این مهر و کینه. مهر و کین رو میتونم بفهم، شما این کسی رو دوست دارید بعدا ازش بدتون میاد، اون دوست داشتن و دشمن دونستن است، ولی با عشق نه. چون هستالی میدونید در گفتگوهایی که با هم داشتیم، من برای عشق یه جایگاه قائل هستم که برای هیچی دیگه نیستم. حتی خود هستالی امروز وقتی اشاره فرمودید که اساس عشق بر برابریه، به من رفتم تا مواسات، من چرا عشق مادر و فرزند قبول نرم؟ برای که روش برابری نیست. بلا نمیخوام بگم عشق تو تو موجود نابرابرند، بنابراین عشقی در کار نیست. بنابراین شما هر چی بخواید شو بذارید، خیلی هم خوب و مهمتر از عشق هم میدونید بدونید، چون گفتم اون یه بحث دیگری است، ولی عشق نیست. برای که ببینید تمام گفتگو در دنیای علم چیه جناب فروزان، اصلا یه دفعه کنم راجع به عقل با هم صحبت کنیم. آدم عاقل کسی است که مفاهیم تعریف شده ای داره که این مفاهیم سیستم رو میپوشونن، در تضاد و تناقض هم با هم نیستن. به همین جاست که عرض کردم خدمتون، شما وقتی میرید توی فیزیک اون زمانی که میگن مثلث یا مربع یا دایره یا ببخشید هندسه، تکلیف روشنه. و یا اگر برمیگردن میگن آهن یا مس یا جیوه، اینا تکلیفش روشنه. تو علوم اجتماعی انسانی گرفتاری ما اینه که در دنیای علم تکلیف‌ها روشنه و اون استادانی که با اینا کار میکنن مواظب واژه هستن، وقتی به مردم میرسه مردم رعایت نمیکنن. بارها خدمتتون عرض کردم مردم چیزایی رو نزدیک هم میدونن که عکس همن. نمونه شرم و حیا است، نمونهش ترس و استراب، چون این دو تا عکس همن در بسیاری از زمینا. بنابراین منم وقتی که با مفهوم عشق و تنفر روبرو شم با دو چیز مختلف روبرو هستم که دلیل نداره از بین رفتن عشق به اونجا تبدیل بشه، اونو نمیفهمم. یعنی این نتیجه اون نمیتونه شه. درست پس که من یک پسر نش بشم پس حتما دختر دارم، این چه تجزیه و تحلیلی است اینجا؟ نبودن یه چیزی نبودن اون چیزه، رسیدن به عکسش از کجا میاد؟ زمانی به دست میاد که ما یه تعریف و توصیف درستی از عشق یا تنفر رو نداریم، یا اگر داریم و این دوتا رو متفاوت نیم بی خودی به هم مرتبط میکنیم. به همجاست که تو این گونه موارد یعنی اول شناختمون درست نبوده، اصلا برای که رابطه بوده عشق نبوده. دقیقاً. و به همین جهت است که جان فروزنده چرا من اون همه برای 6 تا 7 ویژگی عقل و آدم عاقل قائل هستم. و خدمتتون هم عرض کردم، یکی اینکه من دندان پزشکم، یکی میگم مهندس برقم، یکی میگه من وکیلم، یکی میگه من پزشکم، یعنی من اون دانش رو با یه مقدار واژه‌ای میشناسم که اون مجموعه رو میپوشانه و هر کدام از اینا سر جای خودشن. بنابراین شما وقتی متخصص قلبید 118 جور بیماری میشناسید که از نظر من فقط میگم قلبش ناراحت یا میگن قلبش بیمار. من فقط یه دونه میشناسم، قلب بیمار. ولی یه دکتر متخصص 118 تا بیماری میشناسه و این 118 تا بیماری تفکیک شدن، علت متفاوت دارن، علائم متفاوت دارن، دوای متفاوت دارن. و به اینجاست که میشه متخصص. وقتی هم کسی در جهان بهترین متخصص قلبه، اون 132 تا میشناسه. برای میگن این آدم از همه در این زمینه آگاه تر، اتوریتیه. یعنی حرف آخر رو اون میزنه، برای که بقیه رو هنوز دارن اشتباه میکنن و اون تفکیک رو نکردن. بارها عرض کردم تخصص یعنی توانایی تفکیک یه مقدار از دانش و بعدم داشتن یه سیستم و مجموعه که اینا رو به هم مرتبط کنه و در تضاد و تناقض با هم قرار نگیرن. به همین جاست که وقتی شما راجع به عقل صحبت می‌کنید و تشریح برید به دادگاه،
متوجه میشید که دادگاه، چه وکیل مدافع، چه دادستان، چه قاضی، حتی هیئت منصفه منتظر هستن که شما هر فیک از تضاد و تناقض بهره مند باشه رو یا درخور باشه رو نزنید. اگه بزنید کارتون تموم. فقط با یه جمله. و فقط یه جمله. شما برگردید بگید این قتل که اینجا انجام داده اینجا نبوده، اگر اینو ثابت کنیم ما دیگه مشکلی نداریم. همه اسناد و مدارک دور ریخته میشه. برای که اگر مشخص بشه در یک آن در دو جا بوده، برای که یک انسان در آن واحد در دو جا نمیتونه باشه. به همین سادگی. برای که اگر بگیم هر دو درسته در معرض تضاد قرار میگیریم. من میخوام این با این پرسش برام مطرح میشه در واقع بتونم آخر سر اون قابی رو که شما اجزای قاب خاتمی رو که میشه آزادی، میخوام این اجزایشو خودم ببینم، میتونم بعدم بشینم اینا رو نقاشی کنم، اینا رو دور هم بچینم به نتیجه شما برسم یا نه. شما اشاره فرمودید به این که یکی از شاخصه های آزادی برابریست، یکی از شاخصه هاش برابریست. حالا این آزادی به چه معنا فقط در رابطه دو تا انسان شما میگید برابری، ولی این برابری که اصلا وجود نداره در جامعه. یعنی وقتی که ما این هم با عوامل دیگه مرتبطه، مثلا با عدالت، با عدالت اجتماعی ارتباطی پیدا میکنه آزادی؟ ببینید جامعه فروزنده شما سوالم درست بود؟ شاید بعدم بعد از توضیحم ازتون بخوام توضیح بیشتری بفرمایید. اصلا هیچ چیزی شبیه هیچ چیزی در جهان هیچ وقت نیست، حتی من شبیه دقیقه قبلم نیست. اگه شما با اون دقت بخواید برید، همه چیز در جهان یک دون است، حتی خود من به تعداد آنهایی که داشتم، نه حتی ثانیه ها، آدم متفاوتی بود. من 5 دقیقه قبلی نیستم، دیروزی هم نیستم، پریروزی هم نیستم. برای اینکه با اون دقت حرف بزنید اصلا معنا نداره. اما اگر بیاد هستاری بپذیری که یک کسی رو بهش 100 دلار میدیم، یک کسی دیگه هم که نصف اون کار میکنه 50 دلار، هنوز شما میتونید بحث کنید که این برابری نیست، ولی ما باش راضی. اشکال کار دنیا امروز که امروز به کسی 100 دلار میدن، به کسی که دو برابر کار میکنه 1 دلار هم نمیده. اینجاست که فریادا بلند شد. اخیراً هم که دیدید در سوئیس نشون دادن اصلا واقعا فاجعه است در دنیا، که اگر اشتباه نکنم ثروت 80 نفر در دنیا مساوی 3.5 میلیارد مردم روی کره زمین. آشوا یه همچی دنیای، حالا من شما بیخوری درگیر برابری در حد مطلقش نشی. 80 تا آدم تو دنیا ثروتشون مساوی 3.5 میلیارد، نزدیک نصف جمعیت دنیا. یعنی من نگران اون نمیشم دکتر، من نگران اینم که وقتی این تفاوت هست، آزادی هم که ما بهش آزادی میگیم آزادی نیست. معلومه نیست چی در خصوص همه چین مفهوم نسبی داره، ولی فیزیک هم فیزیک نیست، شیمی هم شیمی نیست، سلامتی هم سلامتی نیست، عقل هم عقل نیست. ببینید جان به فروزنده، شما اگر اون دقت رو و اون حساسیت داشته باشید، ببینید من و شما حتی چند گرم الان وزنمون کم و زیاد شده. منی که آب خوردم اضافه شده، از سالی که نخوردید کم شده، خاطر انرژی که مصرف کرد. خب شما اول جلسه تشویق با یه وزن، حالا یه وزن دیگه، من چیکار کنم؟ میتونم میگم اون آقای فروزنده رو بیارید که اول بودن، من آقای فروزنده رو نمیخوام. آقا قربونه تو، من و شما اصلا چیزی در جهان نیست که تغییر نکنه، چیزی در جهان نیست که نسبی نباشه. بس در واقع اون مقداری است که ما باش کاریم. زن و شوهر وقتی میده که زن در میزنه یا شوهر در میزنه، اون نمیگه ببینم خودتی یا یکی دیگر. اگه بخواد بگه که تو کسی که صبح رفتی نیستی، حتما اون نیست که غریبه اومده. ولی اگر بپذیره که اون تغییرات مهم نیست، بگه خب بیا تو، ولی که خودتی. برای این بحثا در اینه که با اون دقتی که از تاری میخواید برید، گفتگوی فلسفی یا یه بحث، حالا نمیدونم چقدر فلسفی هست، ولی اصلا گفتگوی علمی نیست. دنیای علم برمیگره میگه آب همه اکسیژن است و هیدروژن. شما من میگید هیچ آبی در دنیا شبیه آب دیگه نیست. بله، حتی قطره های یک آب در یه لیوان هم شبیه هم نیستن. اگه بخواید با دقت بهش نگاه کن، برای این اصل وحدت در کل خلقت جاریه دیگه. این حرفی است که به یک اعتبار میشه زد، همه چیز فقط یه دونه شه. اون چه که از حرفای شما میشود نتیجه گیری کرد این است که
یا لاقل نتیجه‌گیری که من میکنم، راه حل مسئله شما دنیا رو در دوست داشتن و عشق میبینید؟ بله، برای که اون یه دفعه 95% همه چیز رو میپوشونه، 5% دیگه‌ش هم مرتبط به چیزایی که عشق رو در حقیقت حمایت میکنه. به همینجاست که عرض کردم شعار دنیای عاشق دنیای خوبیه برای زندگی. مثل این که استوری بفرمایید یه آدم سالم دیگه کبد و کلیه و نمیدونم چشم و ابروش بازنه داره، خب نداره دیگه. انسان سالم دیگه همه چیزو داره، انسان عاشق هم یه جوری در برای دو تا. فاصله ما تا اون مرحله چقدره؟ تقریبا 17 سال و 4 ماه و 22 روز 7 ساعت. اگر شما یعنی فاصله جامعه امروز بشری واقعا چقدر فاصله داره؟ آخه این اگر سلامت بخواد، اگر هستاری به من بفرمایید که ما مثل یه مسیر رشد کودکه، به من بفرمایید این قد این بچه که فرض کنی نیم متره که به یه متر میرسه، حتی میشه به شما مثلا پاسخ داد توی 3 سال و 7 ماه آینده، حالا میشه 8 ماه یا 6 ماه. اشکال کار اینه که ما در بشریتی اتفاقا به دلیل همین آزادی قرار گرفتیم که میتونه 10 سال دیگه انقدر عقبتر از امروز باشه که اصلا نشناسیدش، یا میتونه به اندازه 100 سالی که تو 10 سال گذشته جلو رفته جلو رفته باشه. موضوع انسان همینه و اتفاقا یه دلیلش هم همون آزادی است. به همین جهت است که ما توان اینو داریم که خودمون رو نابود کنیم، امروز توانشو داریم و توان داریم که نابود نکنیم، توان این داریم که حتی بسیاری از این مراحل رو توی 20 سال بگذاریم، توان اینو داریم که تو 200 سال یا 2000 سال یه احتمال هم هست که تازه 100 سال 200 سال بعد برگردیم. چرا الان صحبت از حکومت‌های مثلا ارتجاییه؟ علتش اینه که این حکومت ارتجایی یعنی به جایی که جلو بره میخواد عقب بره و فکر کنه چیزای خوب در گذشته و عقبه که در بیشتر موارد حتما نبود. و به همین که وقتی قبل از هستاره، چون قبل از انقلاب در ایران تشویشه، منم موقع دانشگاه بودم و خبر دارم، وقتی دوستانی پیدا شدن از خیشتن خیش حرف میزدن که بحث روانشناسی بود، اجتماعیش کردن، کاری به اونم ندارم، قصدشون ما میخوام بریم تو 50 سال گذشته و 100 سال گذشته و 400 گذشته، منم مات و مبهوت بودم، گفتم شما یه تصویری از 50 سال و 100 سال و 400 سال قبل به من بدید که چی بوده، من با سر میرم. آخه هیچیش خوب نبوده. شما دارید از معلم من انتقاد میکنید؟ احسان نراقی؟ من نمیدونم، حتما. نه، من نظریات ایشونو که ابدا تو این زمینه قبول نداشتم، همون موقع هم نداشتم، بعدش هم نداشتم، بعدش هم متاسفانه نشون داد، مگر اینکه ایشون تعبیر و تفسیر تازه‌ای داشته باشه. ولی اون تعبیر و تفسیری که اون زمان من میفهمیدم، اتفاقا تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم بودم، از ایشون کاملا خبر داشتم، اصلا منجوری مات و مبهوت میموندم ما راجبه کدام نه مدینه فاضله در آینده، از کجا ناکجا آباد گذشته در این حرف میزنیم. شما یه مقدار واقعیت های تاریخی رو با اطلاعاتی که داریم، نه جنگ پادشاهان، نه ادعاها و رجزخونی ها، نگاه کنید با آنچه که انسان بوده که در اون زمان چگونه زندگی میکرده. نمیخوام بگم همیشه با گذشت زمان اوضاع بهتر شده، کمی هم بدتر شده، ولی در بیشتر موارد ما یه مقداری پیش آمدیم و الا اوضای کنونی رو در جمله اینجوری هست کنم، 100 مورد هستالی بگیرید، 100 مورد مهم رو شما انتخاب کنید، مرز بکنم که 90 موردش از 500 سال قبل و 3000 سال قبل حتما بهتره. به من میگید 2-3 موردش بکنم خیلی مثلا ممکن نزدیکه، میگید 2 مورد ما عقب رفتیم، میپذیرم، ولی 95 تاش یا 90 تاش حتما جلو رفتیم. برام حالا اگر یه کسی میخواد همینا رو ول کنه بره اونجا، خب رفتن دیگه، از توش چی در آوردن؟ خب ولی این مقایسه ای که جناب علی میفرمایید، میگید که حالا رو مقایسه کنید با 500 سال قبل، میشه یه بحث در مقابلتون داشت. ما امروز با یه دنیای 7 میلیاردی طرفیم، 500 سال پیش با یه دنیای 1 میلیاردی 200 میلیونی طرف بودیم. حالا 500 سال پیش، 500 سال پیش نبوده 1 میلیارد تو بوده، بلکه از سال 1000 تا 1700 700 سال طول کشید جمعیت دو میلیارد بود. حالا یه مرحله اصلا مهم نیست. حالا برای که معامله کنیم بریم 4200 هزار. نه واقعا میخوام بگم یعنی تفاوت در اینجا بسیار آشکار. نه اجازه بدین بعد خسارتی هم که در واقع اشتباهات این دوران میزنه به همین اندازه شدتش بیشتره در تخریب. ما با یه چیزی روبرو هستیم، نمیخوام، میدونم شما الان پاسخ چی خواهید داد، با یه چیزی روبرو هستیم به نام کره زمین با همه محدودیتاش. ما هر روز داریم به نام آزادی و به نام همه این کشورهای آزاد
این محیط محدود زندگی رو داریم تخریبش میکنیم، نمیکنیم؟ نه من نمیدونم، اگر بحثتون محیط زیست اون به بحث دیگه است، اما بقیه چیز هاست نه. ببینید اتفاقا دیروز یه گفتگوی بود، من به دلیل اینکه خیلی جانب ایران و ایرانی رو نمیگیره باش مسئله دارم، اسمش هم اجازه بدید نبرم، یه برنامه تلویزیونی میدم، حرف درستی میزد. در امریکا تمام بعد از سپتامبر 11 تا به امروز تعداد کسانی که کشته شدن به خاطر جنبه‌های تروریستی 45 نفر یا 48 نفر. فرید زکریا رو میفهمید؟ بله شما که نگفتید من گفتم. بله حالا دوستان به عرض کنم که من با ایشون مسئله دارم، برای که ایشون اصلا وقتی که میرسه به مسائل ایران یه دفعه یه آدمی که حتی یه تحصیلات و عادی دیپلمش هم راجع به ساله به عنوان کارشناس ایرانی میاره و حرفاش هم که کاملا حرفای بی خودیه رو استناد میکنه و میدونم این چیزها رو بگذاریم ازش چون نمیخوام حرفامون نزده باشه. حالا که هستالی فر بودید، ولی شما در امریکای زندگی میکنید که روزی 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار دارن میمیرن. بنابراین شما یک هیاهوی عجیب و غریبی درباره تروریسم در داخل امریکا می‌بینید که 45 تا ظرف 12-13 سال 45 نفر و روزی 1000 نفر دارن به خاطر کشتن سیگار می‌میرن. بعد من و شما که به مسئله انسان و انسانیت فکر کنیم، راجع به این اصلا حرفی نداریم، صحبتی هم نمی‌کنیم، بحثا رو هم گشتیم کنار، حداقل از نظر سیاسی، نمیگم از نظر اجتماعی و تربیتی، اون هنوز هست خوشبختانه صحبت. بنابراین یه مقداری هم قرار نیست بازی چه دست این هیاهوها بشیم. درست مثل اینکه جناب فروزنده، ببینید قربونتون، نصف مردم دنیا در طول تاریخ از گرسنگی مردن، هنوز هم عده از گرسنگی میمیرن، اونو قبول دارم، ولی هیچ کس نمیتونه بگه الان مساویس با 500 سال یا 700 سال 2000 یا 4000 سال قبل، وقتی بیماری ها میامدن و میکشتند و میرفتن، وقتی جنگ ها و قحطی ها میامدن، خوش سالی ها میامدن، وقتی انسان گرسنه میمرد. دکتر بیننده ایم میپرسند از شما که با پیشرفت تکنولوژی و زندگی دیجیتالی شما آینده و عشق رو چجور میبینید؟ یعنی به نظر این بیننده داره این رو مطرح میکنه که آیا عشق مغلوب سکس نمیشه؟ آخه پستالی که یه بیننده هم یه سوال خوبی میکنن، تبدیلش کنید به سوال خودتون که از توش رفع سکس در میمن چه کار کنم جواب؟ خب شما اون قسمتی رو که میخواید من عرض رو میکنم بذار بیننده باره خوب عزیز تلفن کنن. ایشون دارن میفرمان تکلیف عشق چی میشه از داری تکلیف عشق رو به سکس میشه، هر دوتاش رو جواب میدم. من فکر نمی کنم انسان دانا و آگاه دیجیتال و کامپیوتری و اینا چرا فرق بکنه؟ مگر آدمی که پیاده میره با آدمی که با هواپیما یا با جت میره عشقش فرق قراره بکنه؟ آی دکتر دنیای دیجیتالی بشر رو تنها تر نمیکنه؟ زندگی انفرادی رو بیشتر تحمیل نمیکنه بشر؟ آخه ببینید یه لغت تنهایی که بده، خیلی هم بده، اصلا بیماریست. یه لغت فردیت که اتفاقا بار آزادی و آزادگی و استقلال رو داره. من خیلی مطمئن نیستم دوستانی که اینقدر درباره تنهایی حرف میزنن مسئله فردیت رو دارن نادیده میگیرن. اونجا جای گفتگوست و علتش هم گرفتاریست. من امروز تو رادیو مطلبی عرض کردم، چند دقیقه فرصت دلیل داره عرض کنم. ببینید از نظر من یه آدمی مثل نتانیاهو، نه ببخشید، نخی کسی که کتاب سیکس پیلرز آف سلف استیم رو نوشته، حالا اسمش آخه علتش هست که من با این دارم. این آدم که نزدیک 30 جلد کتاب داره، 27-28 جلد، 14-15 جلدش راجب حرمت نفس. بله نتانیان برندن با دوست عزیز روی خطش برد. ایشون یه کتابی داره در باره، یعنی چند جلد، 14 جلد کتاب داره درباره حرمت نفس، سلف استیم. علت داره از قبل حدود 11-12 سال قبل من با ایشون کاملا آشنا، و ضمن این کسی است که تو کتاب سال 69 که بستسلر بود روانشناسی و حرمت نفس، برای اولین بار مسئله آزادی رو به درستی وارد روانشناسی از نظر من کرد. من جای دیگه نخونده بودم اولین بار، و تو کتابای بعدی هم هیچ جا ندیدم، نفر اولی. و این موضوع مهمه، علتش هم ارتباط با بانوی فیلسوفی بود که در اون زمان رابطه عشق و عاشقی و داستانای خودشو داشت. ایشون به من تلفن کرد، روی انسرین ماشین من پیغام گوش که من نتانیان برندن هستم،
و راجبه تو خیلی چیزا شنیدم. موقع بود که تازه برنامه رادیو من شروع شد و دلم میخواد با تو ملاقات بشه. منم خوشحال برای که میشناختمش، چند جلدی از کتاباش خونده بودم. تلفن کردم، قرار گذاشتم در یه رستوران فوق العاده شیک. ایشون منو دعوت کرد، بعد یا با یه مرد آراسته بسیار خوشتیپ، البته اون موقع شاید 70 سالش بود، روبرو شد. بعد از گفتگو قرار شد ما با هم یه کنفرانسی داشته باشیم و در المپیک کلکشن، ما طبقه بالا که جای زیاد داشت، جمعیت نزدیک 500-600 نفر از دوستان اومدن، بحث راجع به حرمت نفس بود. ایشون گفتگوشون راجع به حرمت نفس کردن تقریبا یک ساعت و پشتش 15 یا 20 دقیقه بریک بود. بعد از اون بریک و تنفسی که بود، خانم دکتر محمودی قرار بود که من رو معرفی کنن. ایشون رفتن پشت تریبون که منو معرفی کنن، که سخنران دوم من و ایشون بودیم، صحبت دوم من بکنن. در یه همچین فاصله ای آقای دکتر برندن رو کرد به من با عصبانیت، میگم واقعا عصبانیت، که what's wrong with your culture, what's wrong with your community. من جا خوردم، گفتم تو این 20 دقیقه با این مردی که اولین بار با جامعه ایرانی آشنا شده، چون میگفت چند نفر ایرانی بیشتر نمیشناخت، چه بر سر این آدم اومد. برگشتم بهش گفتم که دکتر برندن چی شده؟ من خیلی ناراحت شدم، برای که به هر حال به من مرتبط بود اون جلسه، بعدم حال عصبانی. گفت dependency، وابستگی. یعنی من دیدم یه متخصصی که شاید درصد جا نظر من تو هرمت نفس اوله، آمده 15-20 دقیقه جامعه ایرانی رو، اونم تحصیل کرده ایرانی که به زبان انگلیسی باش حرف زده، اونم تازه ایرانی که از ایران اومده اینجا، انگلیسی اینقدر خوبه که برندن داره با انگلیسی حرف میزنه، خیلی فرق داره با اون که تو ایران گیر افتاده. تشخیص بده دیپندنسی. شاید یه ما دو ماه بعد توی ویلچر ایبل تئاتر که جای بزرگتری بود، 1200 خورده بود، من ایشون کنفرانس گذاشتیم، فرام دیپندنسی تو ایندیپندنسی، از وابستگی تا استقلال. علتی که میخوام اینو عرض کنم، ما مردمی که اینقدر به وابستگی و دیپندنسی گیر کردیم و با مهرطلبی و وابستگی فرهنگ و جامعهمون رو به اینجا رسونیم، از نظر روانی اجتماعی معلومه که تا این چیزا رو میبینیم یه دفعه صحبت تنهایی میکنیم. اگر شما من بفرمایید هر چیزی انسان رو جدا و تنها میکنه، من باش مخالفم. ولی اگر به من میگید که فردیت و هویت و استقلال و آزادی و خود کفایی میده، معلومه که من باش مسئله ندارم. شما روزی که یه زن رو آنچنان محتاج و گرفتار از نظر مالی و فرهنگی و تربیتی و خانوادگی میکنید که یه لحظه نمیتونه از فکر شوهرش و از فرمان شوهرش و از خواسته اون سر باز بزنه و اسم اینو رابطه میگذارید، معلومه وقتی یه زن مستقل و آزاده و اون زمانی که میبینه راه به جایی نمیبره، تصمیم میگیره که مثلا جدا بشه و حالا از او جدا شده و حالا تو خونش تنها نشسته، نه اینکه تنهاست. خب اگر شما فریاد و مصیبت ها بلند میکنید، خب من فکر بونم که نظر درستی نیست. شما یه وابستگی رو با فردیت اشتباه گرفتید، با اندیویجوالتی اشتباه گرفتید. مشکل دنیای امروز به نظر من همچنان بریدن بندهای وابستگی است. به من بفرمایید، همیشه هم عرض کردم دو تا مشکل مسئله جامعه ایران چیه؟ میگم وابستگی و مهرطلبی. محدوده بریدن چیه؟ یعنی بریدن مطلق؟ اصلا مسئله این است که شما مستقل آزادی منم هستم، من و شما هر دو به دلیل نوع ارتباطاتی که داریم فردیت خودمون داریم. دکتر رشد فردیت هیچ جنبه منفی نداره؟ حتما مثل هر چیزی رشد منفی داره، ولی شما فقط جنبه مثبت. من جنبه مثبت جمع کنم، من اینجوری عرض کنم، به عرضم توجه کنید. شما من میگید یه مقدار مردمان وابسته میخوایم و فردیت، میگم 100% برید به سمت فردیت، برای که این 100 برابر بهتر از اونه. شما هنوز به من میگید فردیت مشکل داره، حتما داره. ولی امید من این است که هی فردیت رو با جدایی و تنهایی اشتباه نکنه، چون تا میخوان فریاد بزنن وای بر این دنیا، متوجه شدم. شما من بگید جدایی و تنهایی رو با تون میفهمم، ولی ببینید همین امروز آقا پسری اومده 16 ساله رو خط رادیو، مادرش رو همه صحبت کرد، بعد دلش نمیخواد بیرون بره، میخواد تو خونه باشه، اصلا دوستان داره دور بشه، میخواد درمونش چسبیده باشه. خب یه آدم نادان برمیگرده میگه ببین چقدر خوبه این پسرش 16 ساله میخواد بدم بهش جد، اصلا میگه من دوست ندارم برم بیرون، نمیخوام برم. خب باهاش صحبت میکنه، بعد شما میبینید انگزایتی داره، ابسشن سنگین داره، به طوری که دلدردهای وحشتناک میگیره که سایکوسوماتیکه. خب آخه من چرا بیام بکنم این خیلی خوبه، حتما هم بده. عکسش چطور؟ عکسش خیلی خوبه؟ عکسش وقتی که مستقل و آزاده انتخاب میکنه، دوست داره بره بغل مادرش، خونه مادرش بره، روزی هم که دوست داره بره خونه دوستش بره.
مادرش هم دوستای خودشو داره، نه اینکه اون مادرم تنها امیدشون به این بچه سعی نباشه تنها بمونن تو خونه بمیرن. ببینید جواب فروزنده، امروز اشکال کار ما اینه که من به عنوان پدر بارها به دوستان عرض کردم قربونتون ما در دنیای زندگی میکنیم، اصلا کاری ندارم به خوب و بدش. شما وقتی رسیدید به سن 70 80 90 سالگی باید همسرتون داشته باشید، خانواده خودتون داشته باشید، خانواده همسرتون داشته باشید، 5 تا 10 تا 20 تا دوستای همسن و سال خودتون داشته باشید. منتظر این که نوه و نتیجهاتون تشویق برن شما رو سرگرم کنن نباشید. تموم شد دورش. شما میگید بعد اصلا حرفی هم ندارم، ولی این واقعیته. به من میگید یه جامعه رو درست میکنیم که آدما مستقل و آزاد رو پای خودشون مثلا زندگی خودشون میکنن، این بهتره یا اینکه همه تو هم گره بخورن یا هیچکس همه هم دوخته بشن که یکی خواست بلند بشه همه باید بلند شن، یکی خواست بخوابه همه باید بخوابن، که ما در گذشته بودیم. خب اگه همچی چیزی میخواد من اصلا حاضر نیستم اونو درست بدونم. ما اشکال کار اینه که به اصطلاح اون درد ذهن یا زایمان رو که همکنون یه فرهنگ و تمدن تازهی داره به وجود میاد رو نشانه واویلای دنیا گرفتیم، ولی همچنان دل اون میخواد مانند جوجه توی اون تخم یا مانند جنین تو شکم مادرمون بونیم جای امن و امانه. بی خود نیست که وقتی از اونجا رانده شدیم بکنیم از بهشت رانده شدیم. معلومه دوران جنینی و شکم مادر دوران بهشت ماست. اصلا مفهومی که ما از بهشت رانده شدیم از مادر رانده شدیم. به همجاست که اریک فرام به درستی میگه که اگر نوزاد انسانی در وقت تولد میدونست که از مادرش روز جدا میشه از وحشت همون موقع میمون، برای که براش آمادگی نداشت. ولی بعدم شما نگاه کنید به مسئله انسان، مسئله انسان شما با چی شروع کردید؟ با عشق و آزادی. عشق و آزادی با وابستگی و مهربانی متفاوته، برای که مهربانی عکس عشقه و آزادی عکس وابستگی. شما هنوز میخواید بنا در وابستگی و مهربانی نگه دارید؟ نه، من به دنبال آزادی و عشقم و توش فردیت رو میپذیرم. به همین دلیل که قاعده عشق چیه؟ First you should divorce your parents then get married. اول شما پدر مادرتون رو به عنوان، نه پدر و مادر، به عنوان زن و شوهرتون که به شما گره خوردن طلاق بدید و تشریف برید ازدواج بکنید. بسیار خوشحالم که موفق شدم شما از گارد خارج شده رو در این 20 دقیقه آخر برنامه داشته باشم و از فرمایشاتون استفاده کنم. لطف و محبت دارید. سپاسگزار بینندگان خوب و عزیزم که پرسش‌هاشون رو مشخص و معین مطرح کنند و به جناب فروزندم بگن یک واژه‌ش رو یه لغتش رو کم و زیاد نمی‌کنن تا بندم در خدمتتون باشم و مثل این 20 دقیقه آخر به در و دیوار نزن. ببینید این تمام این سوالاتی است که بیننده‌ها کردن. چشم، حتما این سوالا رو پیاده می‌کنم و خدمتتون هم مطرح می‌کنم. آخه بعضی از سوالا نشون فرض کنید که یه نفر می‌پرسه که من از با همسرم همدیگه رو خیلی دوست داریم ولی سال‌هاست بچه‌دار نمی‌شیم و می‌خوایم به خاطر بچه‌دار شدن از هم جدا بشیم، ولی من نگران همسرم هستم که اگر جدا بشه خب اون دیگه موقع حامل شدنش گذشته. بله. احساس ناراحتی وجدان میکنم. آدم عاشق ناراحتی وجدان میاره وسط بازی؟ من نمیدونم مورد ایشون. آخه یه قصه مربوطه میخواید یه هفته آینده این جزء سوالات که بیننده رو در همه رو بنویسم. مشروط بر این که سوال بیننده عزیز رو بدون کم و کاست مطرح بفرمایید من در خدمت رو هستم، ولی از توش اگر یه دفعه ماجرای بچه به رابطه جنسی تبدیل شد واقعا من نمیدونم چی کار. نه آخه برای که این سوالات بعضی وقتا به اینجا میرسه. من مطمئنم سوالات این گونه نمیرسه، ولی به هر حال از طالی میفرمایید. بینندگان عزیز میبینید چه رابطه تو هم با اعتماد متقابلی بین من و جناب دکتر هولاکویی در مورد طرح سوالات است. به هر حال ممنونم از خدمتی که میکنید و تشریف بیارید. تمنا میکنم. مرسی. بینندگان عزیز هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.